سلام یاران، خوش آمدید. میخوایم مدیتیت کنیم و مدیتیشن امروز روی مرکز انرژی چهارم قلبه. تا حالا تو این چند تا نوار اخیر بیشترین فوکسم روی قلب بود، برای اینکه اگر این مرکز انرژی باز باشه، راه ما رو برای رفتن توی این مسیر به راحتی و به زیبایی آسان میکنه. قلب که باز باشه، تمرینامونم با چشم سوم زیاده، در نتیجه مسیر خوبی رو میتونیم بریم که به آسانی عروج کنیم. اول نفس‌های راحت، نفس‌های آرام بخش، نفس‌هایی که هارمونی، هماهنگی و تعادل داره، یعنی عین این موزیکی که میشنوید، دم میره تو و با آرامش بازدم میاد بیرون. انگار دم و بازدم یک موسیقی زیبای وجودتون. نفس بگیرید، دم و بازدم و همراه با نفس مطمئنم پشتتون صافه، گردن صافه، تو این انرژی بتونه به راحتی جریان پیدا کنه. آروارتون ریلکس، گونه ها ریلکس، شقیقه و ابرو ریلکس، چشمتون توی کاسه چشم ریلکس، گوش ریلکس، گردن و همینجور به رفت و برگشت متعادل و هماهنگ توجه کنید و آرامش رو توی دونه دونه سلول‌های بدنتون حس کنید. نفس‌ها رو ادامه بدید. بدن آرام، من در حضورم و هماهنگی و آرامش و عشق و تعادل رو به زندگیم در این لحظه در حضور دعوت می‌کنم. حالا میخوام توجهتون رو ببرم به چشم سوم، وسط مغز، پشت پیشانی، بین دو ابرو. اگه یه میله از اینجا بره و از اینجا در، درست وسط مغز، Third eye. چشمتون همینجوری بسته باشه، تو لذت و آرامش این لحظه باشید. ما با چشم سوم زیاد کار میکنیم. اگر ترد آی رو باز کنیم، مراکز انرژی دیگر رو به راحتی میتونیم در تعادل و بالانس باز کنیم. بنابراین بیشتر توجه روی چشم سوم، مرکز انرژی گلو و قلب، و بین قلب و چشم سوم یه قده هست این وسط که قده تیموسه. اون بهمون خیلی کمک میکنه. چشتون بسته باشه، موج آرامش رو بگیرید و
نفس رو از مهره پایین پایین آخرین مهره جایی که نشستیم و با زمین در تماس، نفس رو با یک دم از نخا بالا بیارید و وقتی رسیدید به چشم سوم یه بازدم زیبا و هماهنگ از اونجا بیرون. بنابراین دم رو دوباره از پایین، مهره پایین بگیرید، از نخا بالا بیارید، با یک دم رسیدید به چشم سوم و بازدم بیرون. لبخند رو لبتون باشه، تو پرزنت و در حضور باشید و شاهد و مشاهدگر بسیار لازمه. یکی از مهمترین چیز هاست. شما که نشستید، شاهدتون در کنارتون ایستاده و داره شما رو تماشا میکنه. پنداری فردوس نشسته و شاهد فردوس به تماشای فردوس نشسته. در نتیجه هر وقت که این فردوس فکرش رفت، شاهد که در پرزنت مومنت، در لحظه حاله، فردوس رو بر می کرد. به همین نفس ها ادامه بدید و چشم سوم آرام آرام هر اکتیویتی و هر اتفاقی که توی سرتونه فقط مشاهدگر و ناظر تماشا میکن. نظر نمیده، خوب و بد نمی کنه. ما بالای دوگانگی و دوالتی هستیم، مثل شاهین ترازو در وسط متعادل، و هر جایی که دوالتی پیش میاد یا دوگانگی فقط تماشا میکن. دوست دارم از چشم سوم حرکت کنیم و بیایم توی قلبم. توی مسیر از تیموس رد میشیم، یه انرژی و یک وایبریشن خاصی هم این بهمون اضافه میکنه و وارد دل میشیم. یه نوشته ای از کسی خوندم ولی نام نویسنده مشخص نبود. میگفت زیباترین قصری که میتونید توی ذهنتون تجسم کنید، الان اون ذهن خلاق شما میتونه یک کسل زیبا ببینه درست وسط قلب، و بعد تالار در تالار نور و چراغ و رنگ و زیبایی توی بزرگترین تالار این قصر، چراغ‌ها روشنه و یک تخت پادشاهی درست در یک قسمت زیبای این تالار گذاشته شد. این تخت، تخت پادشاهیه. زیبایی تخت به نهایته. روی این تخت پادشاهی نشسته، توانمند، درست کار و درست پندار. پادشاهی که گفتارش نیکه، کردارش نیکه، پندارش نیکه.
ببینید میتونید خودتون رو در وسط قفسه سینه، در اون قصر، در اون تالار، روی اون تخت و حالا از وسط قلبتون تاجی مرصع پر از نگین، نگین ها تمام کارهای نیکیه که شما انجام دادید، بالای سرتون تاجتون رو بگذارید و لذت این تاج و تخت، شما پادشاه سرزمین مهر خودتون هستید. من بر تخت پادشاهیم نشستم و تاج پادشاهیم رو بر سر گذاشتم. این پادشاه پادشاهیه که ناظر و شاهد وجودش همیشه مراقبه، مراقبه که از گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک جدا نشه. شما پادشاه سرزمین مهر خودتون هستید. به خودتون تا اونجا که میشه عشق بدید. این تاج رو از توی قفسه سینه‌تون، از توی دلتون درآوردید. بنابراین با خودتون مهربان باشید. به تک تک سلول های بدنتون و اعضاء بدنتون این به تخت نشستن پادشاهیتون رو اعلام کنید. به چشماتون اعلام کنید که بهتر میبینی. به گوش هاتون بگید بهتر میشنوی و صدای عالم بالا رو بهتر میشنه. به پوستتون، به ذائقتون، تمام حساتون حسهای متعالیه. با حسهای متعالی با خود برتر تماس بگیرید. اعلام پادشاهیتون رو به تمام ارگانهای بدنتون بدید و همشون رو در تعادل و بالانس قرار بدید و شفا و احیای بدن کامله. حالا خبر رو به عالم بالای وجودتون هم بدید. بذارید از عالم غیب وجودتون هم با پادشاهیتون آمیزشی باشه برای زندگی که در حضور و در کمال هستی. کمالتون رو بپذیرید و به خودتون تبریک بگید. از اینجا به بعد میتونید این مدیتیشن رو استاپ کنید، صدای من رو، و شما ادامه بدید. ادامه بدید تا جایی که هستید جوی و عشق و انرژی رو بیشتر در بدن نگه دارید. من باید زیر 15 دقیقه ویدیو رو نگه دارم. خدا حافظ.